اعدام زندانی سیاسی کرد رضا اسماعیلی در سلماس، اعتراض گسترده مردمی در سلماس به اعدام زندانی سیاسی رضا اسماعیلی، گزارش‌های تکمیلی زندانی سیاسی حبیب الله گلپریپور سرود و لب به پای چوبه دار رفت، خودداری دشخیمان رژیم آخوندی از تحویل پیکر حبیب الله گلپریپور به خانواده‌اش، تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس ارتجاع، درگیری اهالی فرانآباد پاکدشت با ماموران سرکوبگر، تجمع معلمان شهر کرد در مقابل اداره کل آموزش و پرورش، اعتراض کارگران کارخانه سرب بر روی زنجان، تجمع کارگران در مقابل فرمانداری رژیم در نجف آباد، اعتراض مردم شهرک مهدیه قم، تجمع اعتراضی مردم زرین شهر اصفهان، اعتراض فارغ التحصیلان در خرم آباد، تجمع اعتراضی کارکنان اداره گاز شهر همدان و خودکشی دختر 15 ساله سنندجی بر اثر فشارهای طاقت فرسا در حاکمیت آخوندی. رژیم ضد بشری آخوندی روز شنبه 4 آبان زندانی سیاسی کرد رضا اسماعیلی را در زندان سلماس به دار آویخت. رضا اسماعیلی 34 ساله تیر ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. بنا به گزارش‌های منتشر شده دشقیمان رژیم آخوندی بدون ابلاغ به خانواده این زندانی سیاسی پیکر وی را در قبرستان این شهرستان به خاک سپردند. اما خانواده و بستگانش و همراه شمار زیادی از شهروندان کرد پیکر او را خارج ساخته و به زادگاهش منتقل کردند. به دنبال اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد رضا اسماعیلی در زندان سلماس، جمعی از مردم تجمع گسترده‌ای در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر برپا کردند و خشم خود را از این جنایت ابراز داشتند. رژیم آخوندی در وحشت از اعتراض مردم در سراسر شهرستان سلماس و روستاهای کردنشین آن یک نوع حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده است. دشخیمان رژیم آخوندی از تحویل پیکر زندانی سیاسی حبیب الله گلپریپور به خانوادهش خودداری می کنند. پدر وی گفت پیکر حبیب را به ما تحویل ندادند. فعلا دارند این دست آن دست می کنند و ما را سر می دوانند و هیچ جوابی هم نمی دهند. وی افسود علت اعدام حبیب الله کرد بودن وی بود. او را به جرم حمله کتاب اعدام کردند. کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله کارش چاپ و نشر کتاب بوده است. گزارش های تکمیلی حاکی است زندانی سیاسی حبیب الله گلپریپور در حالی به پای چوبه اعدام رفت که سرود حوال ای رفیقان را می خواند. دوستانش او را حوال با حوز رفیق طوفان صدا می کردند. یکی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه گفت حبیب الله را بدون هیچ تدبیر امنیتی خاصی بردند. حتی تلفن‌ها را نیز قطع نکردند. تنها زندانبان‌ها از صبح تا غروب روز جمعه به ما دروغ گفتند که وی را تبعید کردند. حبیب الله قبل از اعدام به زندانیان که در سلول انفرادی بودند گفته بود به هیچ وجه نگران نباشید، زمان زیادی منتظر این لحظه بودم. زندانیان گفتند حبیب الله سرود ای رفیقان را برای من می خواند. صدها نفر از معلمان و کارمندان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه 4 آبان ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم در شهر کرد تجمع کردند و خواهان برکناری نیکخو از گردانندگان این اداره شدند. این مزدور یکی از قاتلان جوانان شهر کرد در اوایل انقلاب بود و بعدها نیز از هر جنایتی علیه مردم دریغ نکرده است. ساکنان شهرک فرون‌آباد پاکدشت تهران در اعتراض به تحویل ندادن خانه‌های نو پروژه موسوم به مسکن مهر تجمع کردند و چند ساعت بزرگراه خاوران را بستند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. معترضان می‌گویند 4 سال است پول واریز کردند ولی هنوز موفق به دریافت مسکن نشدند و تازه بعد از این مدت به آنها گفته شده که 7 میلیون دیگر هم بپردازند. کارگران اخراج شده یک کارخانه فولاد زاگرس قروه در استان کردستان در اعتراض به اخراج و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده
در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند. کارگران کارخانه سربروی زنجان طی روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم آبان 92 در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کرده و به اخراج کارگران اعتراض کردند. جمعی از ساکنان شهرک مهدیه قم روز جمعه سوم آبان در اعتراض به کمبود وسایل نقلیه عمومی در مقابل شهرداری منطقه 8 رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. صدها تن از ساکنان خیابان بهشت زرین شهر اصفهان روز شنبه 4 آبان ماه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند و به طرح خیابانکشی در این منطقه اعتراض کردند. 3 تن از کارگران اخراجی کارخانجات نجف آباد اصفهان روز شنبه 4 آبان ماه قصد خودسوزی اعتراضی در مقابل فرمانداری رژیم را داشتند که از این اقدام آنها ممانعت به عمل آمد و ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی آنها را دستگیر کردند. حین دستگیری این کارگران، مردمی که مقابل فرمانداری رژیم جمع شده بودند دست به اعتراض زدند و خواستار آزادی این 3 کارگر شدند. ماموران رژیم در وحشت از گسترش حرکت اعتراضی 3 کارگر معترض را آزاد کردند. کارکنان اداره گاز شهر همدان که با خطر از دست دادن شغلشان روبرو هستند، تجمع اعتراضی برگزار کردند. رژیم آخوندی ارسال قبوز گاز را با پیامک انجام می‌دهد، در نتیجه کارگران توزیع کننده قبوز در معرض خطر بیکاری هستند. فارغ التحصیلان رشته‌های عمران خرم‌آباد روز شنبه 4 آبان در مقابل سازمان نظام مهندسی این شهر تجمع کردند و به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند. یک دختر 15 ساله به نام شقایق محمدی در سنندج بر اثر فشارهای طاقت فرسای زندگی در حاکمیت ننگین آخوندها دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. شقایق محمدی دانش آموز کلاس اول دبیرستان بوده است. از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 11 زن و دختر کرد در مناطق کردنشین ایران که میانگین سنی آنان کمتر از 18 سال بوده است دست به خودکشی زدند. دلیل خودکشی شقایق محمدی دختر 15 ساله سنندجی مشکلات اجتماعی بوده است. عید قربان، بین الملل انقلاب و قربانی، مسعود رجوی، 5 آبان 91. یکانها و دستهای ارتش آزادی بخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده برپا. آهای بچه های سراسر میهن اشغال شده، منظورم همون انقلابیون مجاهد و مبارز و اشرف نشان است. بلادرنگ برای برپا کردن و آماده سازی تیم ها، دسته ها و یکانهای ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید. بلادرنگ برای اون شروع به فکر و طراحی بکنید. در سراسر میهن اشغال شده ها، در زمان موعود، در لحظه مناسب، فرصت و فرصت‌های طلایی از دست نرود. برای
هر ایرانی آزاده که میخواهد یوغ ستم آخوندی رو در هم بشکنه و خواهان سرنگونی این رژیم پلید است، علیه فاشیسم و استبداد مذهبی است و مخصوصا بر عهده جوانان دلیر و اشرف نشان است که اینها دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی رو به هر میزان که میتوانند در هر کجا از عرس تا خلیج فارس و از خراسان تا خوزستان، از تبریز تا سیستان و بلوچستان، از کردستان و کرمانشاه تا یزد و کرمان برپا و برای اون اعلام آمادگی بکنن، محقق کردن ترنگونی دشمن ضد بشری، اون هم به دست خودمون و توان خودمون با همون منطقه کس نخورد. حالا با تشکیل یکانهای ارتش آزادی وظیفه است مبرم و میهنی برای تمام آزادگان ایران زمین، به ویژه برای جوانان دلیر و غیور و اشرف نشان. بار خدایا در این وظیفه ملی انقلابی و میهنی اونها رو در هر کجا که هستند مدد کن، مخصوصا با مشعل تکثیر شده اشرف و مجاهدانش در هر کوی و برزن، در هر شهر و منطقه و روستا، به جانب برپا کردن یکانهای ارتش آزادی که طبعا در برگیرنده ارتش قیام هم هست، با اون کار کرد رو هم خواهد داشت، به پا خیزند و پیش بتازند.